احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه شد. آقای علوی، همونطور که در متن خبر هم داشتیم بیشتر گفته شده بود که کم شدن توان خرید مردم دلیل کاهش قابل توجه خرید گوشت در ایران هست. این شاخص چه اطلاعاتی از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به دست ما میده؟ ما دو متغیر هستیم که تأثیر میذاره در قدرت خرید خانواری، که مسئله تورمه که به هر حال نرخ‌های رسمیش در سطح بین‌المللی بسیار بالاست، اما نرخ‌های واقعی بخصوص در عرصه اقلام غذایی بیشتر از اون میانگینیه که به طور رسمی اعلام میشه. حالا به طور واقعی میشه گفت که خانوار بر اساس گزارش‌هایی که داده میشه در رسانه‌های اجتماعی به طور روزمره شاهد افزایش قیمت‌هاست، یعنی چیزی نیست که در حد میانگین باقی بمونه، بالاتر میره. از طرف دیگه ما می‌دونیم فرصت‌های شغلی در ایران محدود و محدودتر میشه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری. بنابراین ترکیب این دو متغیر باعث میشه قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه، هم به شکل اسمی هم به شکل واقعی. و طبیعی است که خانوار در چنین شرایطی تعدیل میکنه سبد هزینه‌اشو، از جمله اینکه فرضاً کالاهای گران رو از اون خارج میکنه و به هر حال کالاهای کم کیفیت‌تر رو جایگزین میکنه و کمیت مصرف هم حتی کاهش پیدا میکنه. منتها مشکل تنها این نیست، بیاد بیاریم که این اقلامی که به عنوان جایگزین تعریف شده و معرفی شده، خود اینها هم گران میشه. بنابراین خانوار مجبور میشه که سبد هزینه‌اش رو کوچیک و کوچیک‌تر بکنه و این البته بر بهداشت، بر هزینه‌های درمان تأثیر میگذاره و خانوار رو کلاً ساقط میکنه از این حداقل‌های زندگی، کما اینکه آمار هم همین رو نشون میده. بسیار متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که با ما همراه بودید.